سلام علیکم، سال 1403 رو بهتون تبریک میگم. انشالله که به آرزوهاتون برسین. به کانال خودتون خوش اومدین. در مورد افسردگی کلی براتون حرف دارم و توی این ویدیو میخوام که افسردگی رو همچنین فتیله پیچ کنیم. همه ما تقریبا یه سری از علائم افسردگی رو تجربه کردیم، حالا چه قبل کرونا، چه زمان خود کرونا، چه بعدش، چه تو گرونی، چه موقعی که تو خونه قرنطینه بودیم، و همین الانم شاملش میشه. دیگه احساس میکنیم که مثل قدیما شاد نیستیم، خوشحال نیستیم، حالمون خوب نیست. چیکار باید بکنیم؟ بعضیمون کم خواب شدیم، بعضیمون بد خواب شدیم، بعضیمون به اون چیزایی که علاقه داشتیم دیگه علاقه نداریم، بعضیمون کم اشتها شدیم، بعضیمون پر اشتها شدیم، بعضیمون به اون چیزایی که علاقه داشتیم دیگه نداریم، بعضیمون کمبود انرژی داریم، بعضیمون تمرکز نداریم. افسردگی یعنی دوره غم و اندوه، کاری میکردیم که بهمون لذت میداد، خوشحالمون میکرد، ولی الان اینطوری نیست. حوصله نداری همون بری، حال نداری درس بخونی، حال نداری کاری روزانه‌تو انجام بدی، از خونه نمیخوای بری بیرون، نمیخوای با بقیه باشی، نمیخوای توی جمع باشی، نمیخوای با بقیه حرف بزنی. بعد جوری عصبانی میشی که قبل این سابقه نداشت. طب سنتی اصلا به کلمه افسردگی اشاره مستقیم نکرده، ولی میتونیم به بعضی از بیماری‌های اختلالات ربطش بدیم. خیلی میگن که افسردگی از غلبه سوداست، یعنی سردی و خشکی، ولی همیشه اینطوری نیست. علت روحی روانی داره، علت بدنی داره، علت مزاجی قلب و مغز داره. یه دلیلش اختلال تو گوارش و رحمته. خیلی ساده، با هر مزاجی میتونی افسردگی رو تجربه کنی. بهترین و راحت ترین روش برای درمان همیشگیه، برای درمان همیشگی افسردگی، تغییر سبک زندگیته. دیگه چاره ای نداری، باید اون مدلی که زندگی میکردی تا الان، تا همین لحظه، تا همین ثانیه عوضش کنی، وگرنه کار سخت میشه. اگه میخوای احساس دلمردگی نکنی، اگه میخوای احساس خستگی نکنی، اگه میخوای که حالت همیشه خوب باشه، باید این کارو بکنی. یه چند روش ساده و بدون هزینه رو یادت میدم که بتونی زندگیتو راحت مدیریت کنی، افسردگی رو زیر پات له کنی. خیلی ساده است، خیلی. کانال خودتونه، تعارف نداریم، بی‌منته. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره. اولین تکنیک درمان، یه مثال ساده و زنده برات میزنم از خودم که برات ثابت بشه. نگی نمیشه. به موقع بخواب، شب به موقع بخواب، صبحم زود بیدار شو. ببین این تلخه ولی واقعیه، دیر خوابیدن مغزو خشک میکنه، افسردت میکنه، یه آدم استرسی ازت درست میکنه. صبح زود بلند شو، برای یه دقیقه هم که شده درجا بزن، حرکات کششی انجام بده. خیلی ساده. من آدمایی رو میشناسم که اینا اصلا نمیدونن که اصطلاح یبوست یعنی چی. دو هفته، سه هفته، بعضی حتی به من گفتن که یک ماه ما بیرون روی نداریم، معنی یبوست رو اینا نمیدونن. حتما به فکر درمان یبوستت باش، نذار مواد زائد، نذار سم تو بدنت رخنه کنن، اینا افسردت میکنن. لباسه تیره و کدر خدافزی میکنی، لباس روشن بپوش. رایحه خوش بو کن، حتما قرار نیست که بری عطرات کلون گرون قیمت بخری. سیب، گلابی، گل محمدی، به، نرگس، بهار نارنج، اینا بهترین عطرن. روغن و عصاره گل سرخ و بخور بده، استنشاق کن. سعی کن روزا نخوابی، سعی کن تو اتاق تاریک و دربسته نمونی. فیلم طنز ببین، فیلم کمدی ببین، آهنگ شاد گوش کن، خیلی موثره، خیلی. برو طبیعت، صدای آبو گوش بده، صدای پرنده ها رو گوش بده. افسردگی چند تا درمان خوراکی داره، درجه ای که مونتا افراط نمی کنی، اگر زیاده روی کنی نتیجه عکس میده برات. شربت سیب و زعفرون، شربت لیمو یا بهلیمو، سکنجبین، شربت خاکشیر، ماشعیر طبیعی، بصل، شربت بیدمشک و گلاب، شربت گل محمدی، شربت گلاب زعفرون، شربت تخم بالنگو با گلاب زعفرون، شربت بهار نارنج جمالیه. خانواده دمنوشا، دمنوش سیب و به، دمنوش گل سرخ، دمنوش گل گاوزبان با سنبر تیپ، دمنوش بادرنج بویه. سعی کن تنوع داشته باشی توی این دمنوش و شربت ها، تکراری نشه. بهترین غذاها، لطیفترین و سبکترین غذاها
برای درمان افسردگی شیر برنج، فرنی، حریره بادوم، تخم مرغ، نیمبرشت اصلی، میان وعده ها، کشمش، مغز بادوم، کاسه کنجبین، صندوق با شکر، مغز بادوم با نبات، انجیر با پسته و بادوم، فالوده سیب، همون ترکیب معروف سیب و بیدمشک و گلاب و عسل، میوه های مخصوص درمان افسردگی، آناناس، گلابی، سیب شیرین، نارنگی، شفتالو، انار شیرین، توت و انجیر و انگور. توی غذاها، توی معجونات، حالا هر چی درست میکنی این چند تا ترکیب اضافه کن: رزماری، زعفرون، بهلیمو، بهار نارنج، بادوم شیرین درختی. این یادت باشه همه ما این نشونه ها رو از زمانی به زمان دیگه تجربه میکنیم. ممکن اصلا ما افسرده نیستیم، افسرده نشدیم. به همین اندازه هم کسایی که افسردگی رو تجربه کردن همه این علائم رو ندارن. ببین تو حالت کلی کسایی که افسرده شدن این حالت ها رو دارن: بیرون نمیرن، تو کارهای مدرسه، محل کار مشارکت ندارن، کمک نمی کنن. از دوستای نزدیکشون، حتی خانواده، فاصله می گیرن. مسکن استفاده می کنن، اون کارای لذت بخش همیشگی و گذشتن کنار انجام نمیدن. اصلا نمیتونن تمرکز کنن، عاجزن. این آدما ناامیدی موج میزنه، خیلی آسیب پذیرن، همیشه غمگینن، همیشه ناراحتن، اعتماد به نفس که اصلا ندارن. فکر میکنن که هیچ اتفاق خوبی براشون نیفتاده، شکست خوردن، اشتباه کردن، بی ارزش شدن. مردم بدون من بهتر زندگی میکنن، اصلا دنیا ارزش زندگی کردن نداره. از نظر فیزیکی هم که همیشه خستن، مریضن. هم خوردن دلروده، سردرد، درد ماهیچه، بیخوابی و بدخوابی، اشتها نداشتن، پرخوری کردن. اگه فکر میکنی که خودت یه کسی، یه کسایی که میشناسی و این حالت رو همشونو یا بعضیاشونو دارن، لیست بالایی که بهت گفتم انجام بدی، نتیجه میگیری.